عرض سلام و ادب دارم. این جلسه در رابطه با سفر رئیسی به سوریه. خب عزیزان، بد نیست بعضی موقع هم حالا به این آیه رئیسی هم بپردازیم. به هر حال گناه داره. این یکی از بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین رؤسای جمهوری که به هر حال جمهوری اسلامی به خودش دقت داشته باشه. نمیگم ایران، جمهوری اسلامی. زیاد بهش پرداخته نشده. حتی من تعجب میکنم از این عزیزان طنزپرداز، حتی با این شوخی هم نمیکنن، حتی این دست هم نمیندازن. یعنی اینقدر آدم مترسک معابیه، یعنی اصلا انگار مثلا فقط آوردنش همینجوری اومده و جلو باشه و جمهوری اسلامی کار اصلی خودش انجام بده. در هر صورت اما این آدم بر اساس آن چیزی که رسانه های جمهوری اسلامی ادعا میکنن و طبیعتا قابل فهمم هست که چرا چنین ادعایی میکنن، سفری مهم داشته به سوریه. من در رابطه با این اهمیت میتونم حرف بزنم که البته به خود این آقای رئیسی ربطی نداره، به اهدافی که جمهوری اسلامی در پی این سفر دنبال کرده ربط داره. یک کوچولو اول به گذشته برگردیم. همون جوری که بسیاری از شما میدونید، سوریه و ایران رابطه‌ای قدیمی و جدی با هم دیگه داشتن. یعنی این رابطه به رابطه جمهوری اسلامی و سوریه در واقع بر نمیگرده. پیش از بشار اسد، حافظ اسد پدرش در زمان محمد رضا شاه پهلوی روابط قوی با ایران داشت. حتی یک کمک خیلی جدی محمد رضا شاه پهلوی به سوریه داده بود. در سال 1975 دولت ایران یک وام 300 میلیون دلاری به سوریه داد که خب طبیعتاً میتونست روی ساخت و ساز در سوریه خیلی کمک بکنه. و پس از اون در زمان جنگ، یعنی ببینید که چقدر این حکومت سوریه نارفیق هست، چنین وامی رو گرفت و بعد از اینکه به هر حال ماجرای 57 اتفاق افتاد، اینا سریعاً اومدن و رابطه جدید و دوستانه‌ای پیدا کردن با جمهوری اسلامی. در زمان جنگ ایران و عراق سوریه همراه و پشتیبان ایران بود، یعنی به ایران کمک کرد. یعنی اگر ما اهداف و منافع جمهوری اسلامی رو هم فعلا در نظر نداشته باشیم، میتونیم بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی به سوریه کمک کرده. یعنی اینها زمان جنگ ایران و عراق به هر حال مراوداتی با هم دیگه به این معنی داشتن. جمهوری اسلامی از سال 2011، یعنی زمانی که مشکلات داخلی سوریه شروع شد، اول 3.6 میلیارد دلار و بعد از اون طبق گفته یکی از عناصر خود جمهوری اسلامی بین 20 تا 30 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده. این تازه کمک های مالی که حالا به صورت جست گریخته به گوش ما میرسه و میشنویم، این بگه، نمیدونم یکی از اون مجلس بگه، یه آدم سپاهی بگه، دقیقم نیست، چه بسا بیشتره. این جمهوری اسلامی وقتی که گفت 20 شما بگیرید 30 40 50 این کشتنه. اینا وقتی که میگن 5 نفر کشته شده، این 50 نفر 500 نفر کشته شده. مسئله چنان اهمیت داره که نفر میاد میگه سوریه عین خوزستانه برای ما، حتی بالاتر از خوزستانه. دقت کنید چجوری ممکنه یک آدم ایرانی چنین حرفی بزنه. اما دلیل داره. اینها میگن اگر حمله اتفاق بیفته، سوریه اگه از دست بره، خوزستان تا تهران از دست میره. اما اگر به خوزستان حمله بشه و سوریه رو داشته باشن، میتونن جمع و جورش بکنن. یعنی اینها تا این اندازه وضعیت و موقعیت سوریه، چه از جهت حکومت و چه از جهت به هر حال جغرافیای سیاسی، برای جمهوری اسلامی مهمه. اما چه دلایل دیگه‌ای وجود داره از جهت سیاسی؟ یکی از مهمترین دلایل به نظر من کلن اون توهمیه که خود شخص خامنه‌ای داره که در پی بزرگ کردن ایران هست. خب این رسما نمیتونه بیاد سوریه رو جزو ایران بکنه، یا مثلا بیاد افغانستان رو جزو ایران بکنه برگردونه، یا نمیدونم با کردستان ترکیه و نمیدونم عراق این کارو انجام بده. اما کاری که میتونه بکنه با دخالت و حضور نظامی امنیتی خودش، میتونه کاری انجام بده که سیاست‌های داخلی اونها متوجه وضع ایران باشه، شرایط جوری بشه که اینها نفوذ چنان بالایی داشته باشن که بتونن دخالت بکنن، تعیین تکلیف بکنن. این وضعیت، اینها در پی این هستند
که یک ایران بزرگ مجازی داشته باشن، یک ایران اسلامی بزرگ در واقع، یعنی امپراتوری اسلامی درست بکنن که تا الان به شکست خوردن و قطعا هم شکست میخورن. چرا؟ چون این در تضاد مطلق هست با سیاست های غرب. جدای از جاه طلبی های شخص خامنه‌ای و تیمش، یک مسئله دیگه هم در مورد سوریه وجود داره که مسئله بسیار مهمیه. سوریه میدونید همسایه اسرائیل و هر فشاری به اسرائیل اگه بخواد وارد بشه از طریق دست اندازی و حضور نظامی امنیتی سیاسی در سوریه میتونه این فشار بیشتر بشه. پس دو تا چهار تا یک دشمن اساسی جمهوری اسلامی داره به نام اسرائیل. هر چقدر تو جاهایی که اسرائیل در واقع میخواد اونجا نفوذ داشته باشه یا خطرها رو در واقع کم بکنه، اینها بیشتر خطر ایجاد بکنن، نگرانی بیشتر ایجاد میکنن برای اسرائیل، یعنی پتانسیل خطر رو برای اسرائیل در حضور در سوریه بالا میبرن. جدای از خود اسرائیل که خب مسئله فلسطین و لبنان هم کنار اسرائیل تعیین تکلیف باید باش بشه، مسئله لبنان و فلسطین هست. جمهوری اسلامی بارها هم تسلیحات فرستاده و هم پول فرستاده و هم وسایل دیگه فرستاده، پشتیبانی کرده از مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان. یعنی اینها سوریه رو به عنوان یک مسیری در نظر میگیرن و حفظش میخوان بکنن برای کمک به لبنان و فلسطین. این وسط هم یه پرانتزی باز بکنیم که چقدر ما واقعا در عصر تلخ و شومی داریم زندگی میکنیم که از حلق ایرانی باید گرفته بشه و داده بشه به خلق لبنان و فلسطین. یعنی آدم اینو به کجا داد بزنه، به چه زجری ما باید اینو بگیم که چگونه ملت ایران در فقر دارن زندگی میکنن. نمیدونم، در بسیاری از روستاهای ایران من یه سری صحنه ها دیدم که اینا از یه روستایی بری روستای دیگه میخواستن برن، وسط دره بود و این بچه‌ها نشون میداد یه سری از این آدم های اون روستا انگشت نداشتن، چون اینا سیم رو باید میگرفتن از این روستا برن به اون روستا، انگشت ها قطع میشد. در چنین جامعه ای، اولا که خاک بر سر جمهوری اسلامی که در صاحب سیاسی مملکتی هستی که شهروند تو این فلاکت داره زندگی میکنه و بعد میدی اون پول اون مملکت رو میدی به فلسطین و لبنان. جدای از این پول رو میدی و برخورده اون فیدبکی چیه؟ لبنان چه کاری برای ما انجام داده؟ فلسطین چه کاری برای ما انجام داده؟ در زمان جنگ ایران و عراق کیا از ایران حمایت میکردن؟ فلسطینیا عکس صدام حسین رو میزدن. نتیجه شو ببینید. جدایی از همه اینها یه سری مسائل سیاسی هم برحال هست، یعنی اینا بازی سیاسی میکنن. از سال 2011 سوریه در بحران و در مرز فروپاشی، اصلا مرز فروپاشی چیه؟ رسما یک کشور فروپاشیده شده است، در چنین شرایطی داره ادامه میده، با خون، بر روی خون، عین پدرش بشار اسد، عین پدر خودش حافظ اسد، با کشتار زنده مونده و با کشتار هم ادامه داره. اما در این کشتار که نمیدونم واقعا اون آمارش رو گفته بودم، 1 میلیون 2 میلیون چند میلیون آدم کشته شدن، قاسم سلیمانی نقش داشته، همدانی نقش داشته، کل اون سیستم نقش داشتن که رأسش خود خامنه‌ای. اینو شما در نظر بگیرید، الان جمهوری اسلامی این مترسک رئیسی رو میفرسته به سوریه که یک پیغام داره که شرایط امنیه، سوریه داره از جهت داخلی خودش رو بازسازی میکنه. حتی یک خبر دیگه هم منتشر شده که اینها نفرات خودشون رو، یعنی در واقع سوری‌ها نفرات خودشون رو به کشورهای عربی هم دارن میفرستن، آروم آروم میخوان شرایط رو فراهم بکنن که سوریه برگرده به میز دیپلماسی، برگرده به شرایط امن امنیتی، برگرده به شرایطی که بگن که بله دیگه یه سری مثلا داعش هایی بودن، نمیدونم نیروهای خارجی بودن، یه سری گروه های ناپیدای پشت پرده ای بودن که اینها رو به کمک قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی پس راندیم ما و الان سوریه برگشته. که خب البته ذهی خیاله خام، به این دلیل که سوریه انقدر در شرایط پیچیده و بحرانی هست که به هیچ عنوان قطعا نمیتونه برگرده به عقب. جمهوری اسلامی در سیاست‌های خودش در سوریه شکست خورده و با فرستادن یک کسی مثل رئیسی نمیتونه این اعتباری رو که در واقع از دست رفته دوباره بخره و به دست بیاره. از سمت دیگه جمهوری اسلامی یک پیغامی هم داره به غرب میده و یک گردنکشی داره میکنه که خب تو هدف مهم و اساسی اینها خارج کردن نیروهاست دیگه، نیروهای غربیه یا حضور سیاسی غربی ها در منطقه است. میخواد بگه که آره دیگه، ببینید ما الان این کار رو انجام دادیم، رئیس جمهورمون هم فرستادیم، الان ما هستیم که منطقه رو داریم کنترل میکنیم. یعنی جمهوری اسلامی
خصوصا در همین چند ماه گذشته که با بحران داخلی روبرو شد، با نارضایتی سقف مردم روبرو شد، یعنی تا اینجا بود دیگه، یا چجوری مردم باید نارضایتی خودشون اعلام بکنن، هم در داخل شکست خورده، سرکوب نه، سرکوب میتونه بکنه فعلا، هم در داخل شکست خورده در سیاست، هم در خارج از مرزهای ایران شکست خورده. یعنی اون قدرت و وجاهتی رو که پیش از این در سوریه داشت، در عراق داشت، و بعد یه سری هم از افراد، مجبورم بگم ساده دل محترمانه، که ما تو همین 8-9 سال گذشته باید به اینا اثبات میکردیم، دو تا چارتا رو رو میز به اینا نشون میدادیم که آقا چی داری میگی تو، قاسم سلیمانی نمیدونم مدافع وطن است، فلان است، بسار است، اینها اصلا بحثشون این چیزا نیست، اینها مسائل دراز مدت سیاسی در پیش دارن، کار سیاسی میخوان بکنن، یک مملکتی رو دارن بدبختی و فلاکت میکشونن. وضعیت سوریه رو ببینید دیگه. در هر صورت اینها با گردنکشی در سوریه تلاششون بر این بود که نیروهای غربی رو از مهلکه خارج بکنن، از معرکه در واقع خارج بکنن و یک مهلکه ایجاد بکنن که هر کسی غیر به قول معروف خودشون اونجا بود احساس خطر بکنه، اما در همین زمینه هم ناموفق بودن. جدای از این میشه حد زد که جمهوری اسلامی بدش نمیاد که با عادی سازی شرایط در سوریه، سوریه رو به هر حال به شکلی دوباره سوق بده به حضور در مجامع بین المللی. من نمیدونم چنین چیزی چقدر ممکنه، چون به هر حال بشار اسد مجرم دیگه، متهم نیست، مجرم به کشتار مردمش هست، این عملا و علنا جنایت علیه بشریت هست، و خب جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتونه این کار انجام بده، مگر اینکه کشورهای دیگه مثل عربستان یا کلن اصلا اتحادیه عرب و کشورهایی که در این زمینه زینف هستن یا میتونن که به بازگشت سوریه کمک بکنن همراه جمهوری اسلامی بشن. اما من در این زمینه شک دارم، به این دلیل که جمهوری اسلامی سیستم تمامیت خواهیه و به هیچ عنوان نمیخواد که سوریه رو با عربها به اشتراک بذاره. جمهوری اسلامی سوریه رو برای خودش میخواد. جمهوری اسلامی میدونه در نهایت عرب با عرب رفیق میشه. میدونه که خودش در منطقه تنهاست. در افغانستان شکست خورد به معنی، و در عراق هم که داریم میبینیم وضعیت چگونه شده. الان سوریه رو داره به عنوان یک راهی، همچنان که توضیح دادم، برای دسترسی به لبنان و فلسطین و هم برای دخالت‌های ادامه دار خودش. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در سیاست‌های دراز مدت خودش در سوریه شکست خورده و همین سفر نمادین رئیسی هم کمکی به این وضع نخواهد کرد.